بار گذشته در ارتباط با روش دست گرفتن تار صحبت کردیم. امروز میپردازیم به روش دست گرفتن ستار. نکته رو میخواستم اشاره بکنم اونم اینه که اصولا این فیلم ها به تنهایی نمیتونه معلم شما باشه. شما نیاز به یک استاد دارید که همیشه دست شما رو کنترل کنه و تحت نظر اون ساز رو آموزش ببینید. من ولی به عنوان یک معلم با تجربه تلاشم بر اینه که راهگشا باشم و آنچه که تجربه کردم در سالهای طولانی تدریس رو به شما منتقل کنم و برای آیندگان به یادگار بگذارم. در مورد ستار هم باز طبیعت بدن ما، در مورد همه احساس ها طبیعت بدن ما اصلی، ما باید بپردازیم به اینکه فرم اصلی بدن ما چگونه است و ساز رو با اون فرم در واقع تطبیق بدیم. فقط در این صورتی که طول نوازندگی ما زیاد خواهد بود و کیفیت نوازندگی ما و همینطور پیشرفت ما زامنش در واقع همین پرداختن به شکل طبیعی بدن هست. اینجا هم باز ما صندلی رو انتخاب میکنیم به عنوان بهترین امکان برای نشستن و دست گرفتن ساز. روش های دیگری هم هست که اونها هم غلط نیستن. استادان بزرگی در واقع به این شیوه ساز زدن. حتی ما فیلم هایی که از استاد عبادی داریم میبینیم که ایشون ایستاده ساز میزنن. البته ستار این امکان رو میده برای که به بدن شما میچسبه و شما میتونید بالا نگهش دارید و میتونید بیستید راه برید حتی ساز بزنید. یا نوازندگانی که چهارزانو روی زمین می نشینند و ساز می زنند، ولی به هر حال هر کدوم از اینها خستگی خودش رو داره و نشستن روی صندلی کمترین در واقع خستگی رو ایجاد می کنه و اجازه میده شما طولانی پای ساز بشینید و ساز بزنید. دست راست، دستی که مضراب می زنه، چپ دست ها می شه دست چپ، در واقع از گوشه ساز به این شکل ساعد روی ساز قرار میگیره و تکیه دست اینجا هست. ساز رو میتونیم روی پا بگذاریم، پا بر روی زیرپایی باشه، همینطور که در ویدیوی قبلی هم اشاره کردم بهترینش زیرپایی هست که خسته نمیشید، پا خواب نمیره و جریان خون عادی است. از گوشه ساز میذاریم ساعدمون رو روی کاسه ساز به شکلی که مچ ما و ساعدمون نمیشکنه، یعنی به این شکل در نمیاد و پشت دستمون بالاتر از ساعد هست. دست ما باید کمترین ارتباط رو با ساز داشته باشه. انگشت حلقه به عنوان بلندترین انگشت روی صفحه ساز قرار میگیره و مثل اینکه یک توپ زیرش هست اینجوری قادر به چرخه، یعنی میبایستی بتونه حرکت. انگشت شستمون گوشه ساز قرار میگیره و فقط این سه نقطه با ساز در ارتباط هست. گذاشتن انگشت کوچک روی ساز یا تعداد انگشتان بیشتری روی ساز در واقع باعث میشه که ساز رو شما زیادی میپوشونید و این کاسه رزونانس، کاسه‌ای که میبایستی که ارتعاش ضربات شما رو ارائه بده، هر چقدر بیشتر پوشیده بشه مثل به مثابه اتاقی خواهد بود که شما کفشو موکت میکنید، دیواراشو اسفنج میزنید که صدا نپیچه. ولی ما میخوایم از این کاسته کوچک بهترین صدا رو در بیاریم و دوام از ضرباتی که میزنیم زیاد باشه. برای همین کمترین ارتباط رو دست ما داره. دست ما یه چرخش کوچکی به سمت صورتمون داره. راجع به مضراب زدن در آینده مفصل صحبت خواهم کرد. ولی اینجا دست من رو ببینید، یه چرخشی به سمت صورت داره به شکلی که انگشت کوچک به ساز نمیرسه. به این شکل بازم اشاره میکنم روش های دیگری هم برای دست گرفتن ساز هست به این شکل به فرمای مختلف، ولی این مرسوم ترین روش دست گرفتن سازی که استادان بزرگی مثل سبا، مثل هرمزی، مثل محمد رضا لطفی به این شیوه ساز زدن و ما هم ادامه دهنده راه اونها هستیم. ساز پس آرام میگیره روی پا، ساعد روی از گوشه کاسه ساز و این دو قسمت هم روی ساز قرار میگیره. دست چپ حالا اینجا برخلاف تار میبایستی
زمینی که حرکت میکنه دسته ساز رو هم نگه بداره، یعنی خود ساز نمیسته، میبایستی که ما دسته ساز رو دستمون نگه داریم. ولی این ساز سبک و کوچک این امکان رو به ما میده که حرکت هم داشته باشیم روی دسته ساز و به راحتی پرده ها رو بگیریم و دسته ساز رو هم نگه داریم. دقت کنید، ساعد من چسبیده به بدنم، بازوی من چسبیده به بدنم هست و ساز به اندازه طول ساعد از بدن دوره. اینجا هم وقتی که دست رو میاریم برای زدن پایین دسته و بالا دسته، طول ساعد تغییر میکنه و دسته ساز جلو عقب میشه. و بالعکس، باز ساز برمیگرده سر جای خودش. ساز رو کف دستمون میذاریم که انگشتامون آزاد باشه و بتونن انگشتای با مسابه پایی است که میخواد بدره، پس میبایستی کاملا آزاد باشه. و دست رو کوچک به سمت صورتمون کمی برمیگردونیم که این بخش انگشت هم به دسته ساز نچسبه و دست آزادانه بتونه پاساژ ها رو اجرا بکنه. برای امروز این مطلب کافی است. پیروز باشی تا بار بعد که بخش‌های دیگر نوازندگی رو دنبال کنیم.